به نام خدا، وقت شما بخیر. من سمیل الله فردوس با ارائه کارکردهای مکاتب معارف افغان ترک در یک نگاه. مکتب در خانه. سال تعلیمی 1399 با همگیری بیماری کووید 19 همراه بود که باعث شد قلب آموزش بایستد. اما مکاتب معارف افغان ترک در این دوره قلب آموزش را به حرکت درآورده و آموزش های را از راه دور یا آنلاین آغاز کرد و مکتب را به خانه های دانش آموزان برد. تهیه ویدیوهای آموزشی مکتب و آمادگی کنکور. مکاتب معارف افغان ترک در دوره کووید 19 ویدیوهای آموزشی دوره مکتب و آمادگی کنکور را تهیه کرده و از طریق تلویزیون و کانال یوتیوب این مکاتب به دسترس همه فرزندان افغانستان قرار داد. همکاری با وزارت معارف در تهیه ویدیوهای دوره ابتدایی. مکاتب معارف افغان ترک در کنار تهیه ویدیوهای آموزشی توانست بیش از 3000 ویدیوهای دوره ابتدایی را تهیه کرده و به وزارت معارف افغانستان هدیه دهد. برنامه نویسی موبایل اپلیکیشن. تیم تکنیکی و رسانه‌ای مکاتب معارف افغان ترک یک موبایل اپلیکیشن آموزشی را برنامه نویسی کردند. این موبایل اپلیکیشن قابلیت آموزش‌های آنلاین، واژه‌نامه و معرفی بنیاد و مکاتب بنیاد معارف ترکیه را دارد. در ضمن دانش آموزان می توانند در این اپلیکیشن آزمون های آنلاین انجام بدهند. آموزش زبان ترکی. مکاتب معارف افغان ترک توانست 60 قسمت ویدیوی آموزشی زبان ترکی را تهیه و از طریق یکی از تلویزیون های خصوصی به نشر بسپارد. کمک های مکاتب معارف افغان ترک به نیازمندان. مکاتب معارف افغان ترک در ماه مبارک رمضان دست نیازمندان را گرفته و به آنها بسته های کمک های اولیه را کمک نمودند. درخشیدن یکی از دانش آموزان در مسابقه بین المللی کمبودیا. صبغت الله حیدری 11 ساله، یکی از دانش آموزان مکتب ابتدایی معارف افغان ترک هرات، توانست در رقابت های ریاضی که میان دانش آموزان 40 کشور در کشور کمبودیا برگزار شده بود، مقام نخست را از آن خود سازد. برگزاری مسابقه تلاوت قرآن کریم. در ماه مبارک رمضان میان دانش آموزان مکاتب معارف افغان ترک مسابقه تلاوت قرآن کریم برگزار شد. فراغت بیش از 500 دانش آموخته مکاتب معارف افغان ترک. مکاتب معارف افغان ترک در ولایت های کابل، هرات، بلخ و شبرغان بیش از 500 دانش آموخته دختر و پسر تحویل جامعه افغانستان داد و زمینه آموزش های عالی آنها را با کشور ترکیه فراهم نمود. برگزاری بزرگترین کنکور ورودی مکاتب معارف افغان ترک، ماگیس. مکاتب معارف افغان ترک بزرگترین کنکور ورودیش را با اشتراک بیش از 8000 داوطلب در ولایت‌های مختلف برگزار کرد و در این میان 2000 دانش آموزان به این مکاتب راه یافتند و اکنون در حال آموزش و پرورش هستند. افتتاحیه مکاتب تازه در افغانستان. بنیاد معارف ترکیه بر اساس تعهدی که به دولت و ملت افغانستان دارد، یک باب مکتب ابتدایی در کابل، یک باب مکتب در میدان وردک و یک باب مکتب در ولایت هلمند ایجاد کرد. این مکاتب از همه امکانات بروز مجهز بوده و آماده آموزش و پرورش فرزندان افغانستان است. برگزاری 747مین سال درگذشت خداوندگار بلخ. مکاتب معارف افغان ترک در کنار آموزش و پرورش برنامه های فرهنگی نیز برگزار می کند. در سال 1399 از 747مین سال درگذشت حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی با برنامه ویژه یاد بود شد. فرستادن بیش از 400 دانش آموز برای ادامه تحصیل به کشور ترکیه. بیش از 400 دانش آموخته مکاتب معارف افغان ترک و دانش آموز افغان برای ادامه تحصیل به کشور ترکیه فرستاده شدند. این دانشجویان در رشته های مختلف رایگان و با تخفیف های ویژه تحصیل خواهند کرد و به عنوان کادر و کارشناس به افغانستان برخواهند گشت. در این میان شمسیه اول نمره کنکور 1399 نیز با کمک سفارت جمهوری ترکیه و آژانس معارف در یکی از دانشگاه های مشهور ترکیه در رشته طب در حال تحصیل است. گرامی داشت از 100مین سالگرد دوستی افغانستان و ترکیه. سال 1399 برابر شد با 100مین سالگرد دوستی افغانستان و ترکیه. مکاتب معارف افغان ترک در ولایت های مختلف با برنامه های متنوع و نهالشانی این روز خجسته را جشن گرفتند. چاپ کتاب. برای نخستین بار کتاب پیام از دانشمندان اسلامی به جوانان از یکی از نویسنده های مشهور ترک
به زبان فارسی دری برگردان شده و با کیفیت عالی چاپ شد و به دسترس جوانان افغانستان قرار گرفت. در کنار این، کتاب‌های ساینسی به زبان انگلیسی تألیف شده و به چاپ رفته است. جادوی ساینس، تهیه ویدیوهای تجربه‌های ساینسی که توسط دانش آموزان مکاتب معارف افغان ترک انجام می شود، این ویدیوها برای سایر دانش آموزان افغانستان قابل استفاده بوده و آنها نیز بهره‌مند شده می توانند. این بود مجموعه از کارکردهای مکاتب معارف افغان ترک در مدت یک سال. تشکر از توجهتان.